اسلام امیدوار مالتو خوب باشه. امروز میخوام برای شما برنامه اینشات رو آموزش بدم. برنامه اینشات یه برنامه خوب و حرفه‌ای برای ادیت فیلم با نسخه اندروید در گوشی یا تبلت هستش و میخوام با من همکاری داشته باشین و تا آخر این ویدیو منو همراهی کنید. من علی آگاه وظیفه هستم از کانال علی لرن و لطفا منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید و روی گزینه آل قرار بدید و ممنون میشم اگه منو لایک کنید. خب حالا آموزش شروع میکنیم و میخوام یه توضیحاتی اولیه رو در مورد اینشات برای شما بدم و بعد آموزش رو شروع کنیم. خب برنامه اینشات یه برنامه معروف تو دنیا هست که خیلی از افراد از اون استفاده میکنن و باهاش فیلم ها رو ادیت میکنن و مزایای زیادی داره و معایبش خیلی کمه. از مزایاش میتونیم بگیم بیشتر امکاناتش رایگانه، امکانات زیادی داره و میتونیم حتی با عکس ها هم کنار هم قرار بدیم فیلم بذاریم یا مخلوط اون دوتا رو بذاریم و میتونیم ویدیوها یا عکس ها یا هر دوتا رو مخلوط کنار هم بذاریم فیلم درست کنیم و خیلی 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 چیزهای زیادی که تو این برنامه میتونیم انجام بدیم. این برنامه معایبی هم داره، مثلا بعضی از امکاناتش که خیلی کم هستن پولی هست و به صورت هفتگی، ماهیانه، سالانه به صورت پوند به اونها باید به اپلیکیشن پول واریز بکنید و اون امکانات استفاده بکنید که زیاد هم ضروری نیستن و با نسخه رایگان هم میشه راحت کار کرد. خب این اولین جلسه و اولین قسمت آموزش اینشات هست، چون اینشات برنامه خیلی خیلی گسترده ایه، برای آموزشش به چندین جلسه و چندین قسمت نیاز هست که این جلسه اول اینشات هست. خب برای شروع میخوام براتون بگم که اینشات رو چطور دانلود بکنید. شما وارد فروشگاه پلی یا همون گوگل پلی میشیم، در قسمت جستجو اگه بزنیم اینشات برامون میاره اینشات رو و شما میتونیم راحت اینشات رو اینجا ببینین و حتی بروز رسانی کنین. نسخه جدیدترش نسبت به نسخه قبلیش بهتر است و نسخه 2020ش بهتر از نسخه 2021ش هست. به خاطر همین من هم به روزرسانی نکردم و اگه شما تونستین پیدا کنین نسخه 2020 رو پیدا کنین، نتونستین همون 2021 رو نصب کنین، فرقی نداره زیاد چند. خب بعد از اینکه این شات رو از گوگل پلی نصب کردیم میریم و وارد برنامه این شات میشیم. وارد این شات که میشیم با چنین صفحه روبرو میشیم. تو این صفحه میتونیم ما سه گزینه رو انتخاب کنیم که نوشته ویدیو، عکس و کلاش. عکس تو این شات درست کردن زیاد خوب نیست و امکانات خیلی زیادی نداره و خیلی بد هستش. تو کلاش هم در از کنار هم قرار دادن چند عکس به وجود میاد، مثلا اینکه گالری سفارایی و حاشیه ها رو اینکه انتخاب کنی باید عکس رو اول انتخاب کنی با سفارایی. خب ما چند تا عکس انتخاب میکنیم و به این صورت کنار هم قرار میگیریم. بعد بزنید روی سفارایی میتونید اینجا رو عوض کنید و به شکلهای مختلف و چندین شکل اینجوری تقسیم کنید و حتی جا به جاشون کنید و روی جایی که میخواین قرار و بعد حاشیه هاشون رو زیاد کنید، فاصله بینشون رو کم کنید یا فاصله کناریشون رو یا
وقتی که اینجا دور میزنه عکس ها اون گوشه ها که این زیاد کاربردی نیست این گزینه سوم و وقتی به کار میاد که عکس ها خیلی زیاد باشن. خب حالا این ببینید امکانات زیادی نداره و کلاژ و عکس قسمت کلاژ و عکس میشد بد هست. شما ویدیوش ولی خیلی خوبه. رو ویدیو بزنید یه لیست میاره از کارهای قبلی شما که شما قبلا این رو کار کردید. اون زیر نوشته مثلا پیشنویس کنارش یه علامت تست فلش کوچیک. اونو بزنید میره به جایی که شما ویدیوهای قبلی رو داشتید و اونجا پروژه ها رو کار کردید. نصفه مونده و میتونید ادامهش رو کار بکنید. حتی سیو هم بکنی بازم اینجا سیو. شما وقتی که وارد میشید میتونید ویدیوها اینجا هستن. شما میتونید ویدیوها رو انتخاب بکنید روی عکس بزنید عکسای شما میاد روی همه بزنید همه ویدیوها و عکساتون یک جا میاد. خب شما میتونید حتی عکسا رو کنار هم قرار بدید و یه ویدیو درست کنید که توی بعضی از برنامه ها نیست و وقتی شما تو دستتون رو میذارید یه میتونید گرم رو ببینید و بعد ول کنید میره. باید یه دونه بزنید و دستتون رو بکشید مثلا چندین عکس انتخاب میکنید و بعد پایین اون تیک رو میزنید وارد میشید. خب حالا شما وارد میشید اگه این رو پلی کنید به این صورت. و میبینید که عکس ها کنار هم قرار گرفته. خب این فاصله بینشون رو اون علامت مداد بین هر عکس هست درست اینجا وقتی که عکس عوض میشه اونها بزنید این بالای نوشته ساده ما با اونها میتونیم کار بکنیم در نسخه رایگان. روی سوپر نسخه پولی خرابی موقت که این دسته هستش نسخه پولی میخواد بقیه ها نور و برش و شما ساده این ضرب در هیچه و این رو قرار بدیم اینجوری عوض میشه این یکی اینجوری عوض میشه و هر کدوم از اینا رو انتخاب بکنیم عکس ها یه جوری دیگه عوض میشه و انتقال صورتش رو میتونید کم زیاد بکنید و برای سلیقه خودتون بود. و برای همه کلیپ ها اعمال شود این دوتا تیک است. این رو بزنید برای همین همه عکس ها و کلیپ هایی که کوچیک کوچیک کنار هم قرار گرفتن این اعلام میشه. مثلا اگه این رو برای یکی تنظیم کنم فقط اولی تنظیم شده و اولی اونجوری عوض میشه. ولی اگه برای همه انتخاب بکنم و ببینید که این عکس عوض میشه عکس بعدی هم به همون صورت و بعدی هم به همون صورت عوض شد. خب حالا ما نمیخوام عکس رو بگیم و وقت تلف کنیم و میریم به سمت ویدیو و خیلی فرق نداره اون آموزشی که تو ویدیو گرفتین اگه عکس رو کنار هم قرار بدیم میتونین عکس رو هم درست کنید. خب اگه اینجا میخوایم مثلا یه چیز رو بیخیال بشین بیرون رو بزنیم بیخیال اگه اوکی رو بزنین کلی بیخیالش میشه و اگه پیشنویش بزنیم در همون پروژه هاتون ذخیره میشه که حالا من بیخیال رو میزنم روی ویدیو جدید و حالا میخوام یه ویدیو انتخاب بکنم. چندین ویدیو انتخاب نمی کنم در اول میخوام یک ویدیو رو انتخاب بکنم آموزش رو بدیم و بعد بریم سراغ یه ویدیوی دیگه. این ویدیو بهتر هست. این ویدیو رو که انتخاب کردیم وارد میشیم و میایم اول انجماد رو بزنین یه صحنه از کلیپ بایی میسته و جلو نمیره. ببینید اینجا انتخاب کردین ثابت میمونه و بعد ادامه پیدا میکنه. میتونید زمانش رو زیاد و کم کنید و ببینید اگه زیاد بکنید این تصویر اول بایی میسته و بعد شروع میکنه به ادامه. خب اینکه این علامت برگشت رو هم بزنید کارهایی که انجام دادید تموم میشه. یادتون خورده به اونجا میتونید رو بزنید و اون ادیتی که کردیم برگرد.
حالا ما هم میخوایم چرخش افقی رو بزنیم. چرخش افقی رو بزنیم، ببینید درخت این سمت هست میره اون سمت و به زاویه 180 درجه میچرخه. و این چرخش هم ببینید حتی در حالت این سمتی هم قرار بدید، اینجوری چرخش رو بزنید ویدیو میچرخه، یا این سمتی قرار بدید میچرخه. خب و دوبلی کردن، اگه دوبلی کردن رو بزنید یه ویدیو دیگه از همون ویدیو اول اضافه میشه و شما یه زمانی رو از اندازه ویدیوی کپی شده یا همون این اون ویدیو اولتون رو اینجا دارید و میتونید ازش استفاده بکنید و زمانش رو هم زیاد میکنه. دوبل کردن ببینید زمانش رو زیاد میکنه و دوبل میکنه ویدیو رو. وقتی این دوبل میکنه ویدیو رو که زمان ویدیو کم باشه، اگه زمان ویدیو کم نباشه مثلا چند ثانیه نباشه، چون این دقیقه زیاد هست و تو این دوبل کردن رو میزنیم، اگه اول همون قرار بدین، اول قرار بدین که یعنی همه اینو میخوایم، خیلی اول که همونجا بهتون گفتم چند تا صحنه اولی ببینید اونجا ثبت شده ریز ریز، اگه همون اول قرار بدین زمانش زیاد میشه و اونجوری نمی کنه و خیلی کوچیک کوچیک اون کوچیکا رو قرار میده. و اگه بعد روی یه صحنه بزنید و یه زمان مشخصی رو انتخاب بکنید که کم باشه، اون رو زیاد بکنید و کم بکنید که وقتی کم میشه یه صحنه از فیلم دوب میشه و حالا اینو بزنید این دوب شد، زمان ویدیومون کم بود. حالا من این برگشت رو میزنم تا ویدیو به صورت عادی برگرد. خب بعد از اینکه ویدیو عادی شد ما میریم سراغ این جلد رو میزنیم که علامت یه میکروفون هم هست. این میتونید اینجا بزنید روی اینا و عوضش بکنید. این اولی خودش اجازه میده که کدوما رو ازشون استفاده بکنید، چون این دوتای اولی رو ما از قبل اضافه کردیم با دوبلی کردن و بالاش علامت گالری هست، این هم نمیشه چون اون ویدیو اصلی نیست. ولی وقتی روی ویدیو اصلی میزنیم صدای ویدیو رو کم یا زیاد میکنیم، که مثلا صدا 100 میکنیم 200 که صدای ویدیو خیلی زیاد در میاد، یا استخراج صوتو بزنیم از ویدیو صدا رو بیرون میکشه، تیک رو بزنیم حله و اگه یه تیک رو بزنیم برای همه ویدیو یک در میاد و همه برای چند تا ویدیو کنار همه، چون یه ویدیوی هم آنها یه تیک رو میزنیم. حالا گزینه محصول نوشته زیرش اگه زبانش فارسی باشه و یه مربع کشیده روی این بزنید، میتونید اندازه رو تنظیم کنید. یکی اصلی هست اینستاگرام هست، دوتا یه دونه یوتیوب، بعد تیک تاک و بعد گزینه های مختلف که هر کدوم میخواین انتخاب بکنید و اگه این رو پخش کنید مشخص میتونه بکنه براتون، اینا بزنید پخش میشه و میدونید استوب میشه. حالا برمیگردیم به ادامه ما سرعت هست. سرعتش رو اگه خیلی کم بکنید ببینید آهسته حرکت میکنه، خیلی زیاد بکنید ببینید ویدیو خیلی زود به اتمام میشه و خیلی سرعت دار شد. و اگه خواستین یه ویدیو رو سرعتش رو دست نزنید رو خراب نکنید، به قسمت سرعت کلا دست نزنید و همون بذارید بمونه. روی پس زمینه که بزنیم اینجا تاری هست که کلا اون تاری رو حذف میکنید، از گالریتون اینو بزنید انتخاب میکنید، به این صورت گالریتون میاد و انتخاب میکنید، یا این رو بزنید پس زمینش همین تصویره ببینید پشت اینه و بعد میتونیم تارترش هم بکنیم که تاریز یا به دست نمیاد و بهتر نمیشه، حتی میتونیم پشتشو بردن چندین رنگ تبدیل کنیم، چند رنگی و یا تک رنگی
که پشتش رو کلن به هیچ رنگ تری نمیدن. بعد گزینه حذف هستش. این حذف رو بزنید، اون تیکی که از ویدیو انتخاب کردید حذف میشه و ویدیوتون اون کوچیک میخوره. و اگه دستتون خوب اینو بزنید، بک رو بزنید، همه چی حل و برمیگرده. تقسیم شده. مدت زمان این ویدیو خیلی کمه، به خاطر همین تقسیم شده روش خیلی سخته. معمولا تقسیم شده روی ویدیوهای زمان بلند انجام میده. حالا شما وقتی که تقسیم میخواییم بکنید، یک قسمتی از ویدیو رو انتخاب میکنید که اونجا میتونید حتی صورتش رو تغییر بدید یا حذفش کنید. اون تیکه از فیلم رو تقسیم شده رو بزنید، یک قسمت مثلا انتخاب میکنیم از اینجا حذف میکنیم یا حتی برشش میزنیم یه تیکه از فیلم رو همونجا رو. خب حالا وقتی که شما روی پیش برش میزنید، یه برش میاره که یه تیکه از فیلم رو کلن بردارید و اون تیکه سبز حساب بشه. گت کردن، ویدیو از به دو جا مثلا تقسیم بشه، دو جای مختلف، یا کلن وسطش رو حذف کنید و دوتای آخر اولی بمونه. روی تقسیم شده بزنید، از اینجا که زمان رو انتخاب کنید تقسیم میشه. چند شکاف رو بزنید، یه چند تا به گل خود شکاف ایجاد میکنه و چند قسمت از فیلم رو انتخاب میکنه. و روی گت کردن و برش هم که به شما گفتم، گت کردن و برش وقتی که زمان رو یک کمی کم کردید، انتخاب زوم براتون باز میشه و اون رو بزنید، کلن ویدیو به حالت عادی برمیگرد. و اگه این رو هم بزنید، می نویسه لف کنید یا نه و حل رو میزنید. ما میخواییم لف بکنیم. روی فیلتر، روی فیلتر که میزنیم میتونیم ویدیو رو فیلتر کنیم. یه سبد رو باید به نسخه پولی داشته باشیم. این برایت رو بزنیم اینجوری و خیلی افکت های مختلف رایگان و خوب سیاه سفید داریم دونو. و از سیاه سفید به بعد که یکم فاصله داده و زیراشون رو رنگی نوشته، از اینها به بعد پولی هستن. و نمیتونیم توی نسخه رایگان کار بکنیم و اون سبت ها رو که بزنیم خودش میبره به نسخه پولی و میتونید باهاش کار کنید. حالا این تنظیمات رو بزنید، این مورد علاقتون هست که فیلترهای مورد علاقتون و اونایی که میخواید نبینین و اینا رو بزنین. اینها پنهان شده ها هستن و میتونید باز از اینا استفاده بکنید. و اگه تیک رو بزنین اینا سیو میشه و اون پنهان شده هایی که داشتین و نمیدونستین رو از اونجا میتونید به دست بیارید. و حتما این کار رو بکنید، افکت زیاد بشه و از روی تنظیمات این کار اضافه کنید. چشمشون بستش روی چشم بزنید، باسم به کار میاد و میتونید حتی مورد علاقتون رو هم انتخاب بکنید به این صورت و خودش میاره که این مورد علاقه شما هست. خب حالا برمیگردیم روی متن که بزنید، میتونید متن تایپ کنید با زدن دوبار روی این و متن رو تایپ کنید. و حتی میتونید بعد از تایپ یه چیزی مثلا روی این چند رنگی بزنید، رنگ متن رو، بعد رنگ حاشیه رو میتونید اضافه کنید، سایه بدیم بهش، برچسب هست یه دونه، اون جایی که مدف هست، گراش کدورت هست که چجوری نشون داده بشه یا نشون داده نشه. و بعد این که اونجا رو انتخاب کردید، پایین هم یه چند تا افکت مختلف هست که آماده هستن اینها و نیاز به تعویض یا کار با این بالا و اینا نیست. شما میتونید به راحتی اینجا انتخاب بکنید یا با زدن به اضافه به اونا اضافه بکنید که این به اضافه در نسخه پولی هست و به کار میاد. ضبط رو بزنیم برمیگردیم. خب حالا ما چندین بخش از این شات رو به شما یاد دادم و یک قسمت هم ضبط خواهم کرد، یکی دو قسمت و شاید هم زیاد بشه و برای شما این شات رو
به صورت کامل آموزش خواهم داد. امیدوارم خوشتون بیاد. کانال منو سابسکرایب کنید و من رو دنبال کنید و حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید و امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و این آموزش رو هم خوب یاد گرفته باشین و حتی لایک کنید، سابسکرایب یا اون زنگوله رو بزنید و روی گزینه آل قرار بدید. در ویدیوهای بعدی خدا نگهدار و ممنون از اینکه من رو تماشا کردید و به من وقت گذاشتید. خدا نگهدار. و قبل از اینکه خدافظی کنم، اون بقیه بخش ها رو به شما میگن تا متن رفتین جلو، بقیه رو میگن و حتی ذخیره سازی رو هم به شما توضیح میدم. و خدا نگهدار.